سلام بچه، خیلی خوش اومدی به مدرس فرزاد هستم، به امرار آنایتا بیدیم سراغ ترانه علی دوستی از علی قاف. خب رسیدیم به بازم علی قاف و سهمیه ملتفت رو بدیم و بریم. رسیدیم به ترانه علی دوستی که خیلی درخواست دادین از قاف. یه نفری بود تو دوستان، یه فکر می‌کنم چند وقتی هی میزنه ترانه علی دوستی و اینا رو بریم. دیشب شب یلا بود دیگه، 150 تا دیگه دیدم داره کامنت میده. من گفتم ما تو پلنمون گذاشته بودیم یه بارم که بگین خدایی ما تو پلنمون اگر کپی رایت نداشته باشه، اگر ببینیم دارین درخواست میدین میذاریم و تو پلن به موقع میریم. حالا 300 تا همون موقع بدین، البته دمتون گرم که کامنت زیاد میدین، ولی به موقعش مطمئن باشید که نوبتش خواهد رسید دیگه. خب برو ببینیم که این چی گفته. قبلش چقدر کاورش با منظر. آره یه کاوریه که در واقع یه موبایلیه، یه موبایلیه که شبیه جکپات آره شده، شبیه جکپاته، اونم که عکس خود خانوم ترانه علی دوستیه. خب حالا بالا پایینش نکن، چه بالا یه 3-4-5 نفرن که مایه دارن تو پول، دارن پول سکه و طلا اینا، پایین یه مش مردم معمولی هن. حتی میشه گفت آره بد مردم هن دیگه، عادی هن، همه قشری هستن، یکی بچه بغله، یکی بچه هست اصلا، یکی آره فلانه، مفهوم زیادی داره دیگه. احتمال زیاد که باید یه ترک دوباره اجتماعی باشه احتمالا. و این جکپات هم که مربوط به قمار رو آره دیگه. بعد چی گفته قاف؟ بچه بچه ها کامنت من یادم نوشته بودن که تیکه بازی و دیس بازی هم داره این ترک مسکه. بریم کشف کنیم. آره. بریم ببینیم چه جوریه. تکس هم داریم طبق روالی که با ملتفت ما داریم. برو بریم. دکتر پیچید به پام بیرون بیام، داد زدم با ایرونی ها، با زنده بمونیم لای گیرونی ها، خیلی کمه حاجی با یه چی کمه خالی، انتظار دارید خوشحال باشم، نه هشدار دادم پپرستا منو برعکس گرفت و زدم آخ، از همون موقع شدم طلبکار، اولو تو خونه جنگ دعوا تل طلاق دادگاه سردر بدن و تو کوچه بنگ شهلا کل کلان پاسکو دست بنگ بهم میگفتن علی کری میشنوی یا نمیگم از کمر میشکنی ادامه بدی به پیش روی تو گسترش زیر زمین، گفتم گوشم با شماست درسته، ولی تو هم تهش علی دوستی، مثل ترانه مثل کفاب خزانه مثل تمام عرازه، تو هم تهش علی دوستی، مثل ترانه خیلی باحال بود. عجب چقدر دیجست این آهنگ، اصلا مدل خوندنش خیلی باحال، خیلی منحصر به فرد خودشه به نظرم. بعد مهدیار انگار فیلم داره میبینی، دیدی انگار فیلم ایندیانا جونز وسطشون، خیلی برام جالب بودش که الان مثلا ترانه علی دوستی میخواد چی بگه در مورد ترانه علی دوستی. من منظور دارم که میخواد بهش به چی برسه و الان دیدم که چقدر خوشگل چیز کرده. اولش چیز خاصی که نگو، از زمان به دنیا اومدن خوشگل گفت، از همون اولش گفت ای بابا ایران رو باید بمونیم بلای گرونی، یعنی کلی تو یه جمله کل ایران رو گفت از زمان تولدش. خیلی باحال بود. آخه میگه از وقتی دکتر پیچید به پام بیرون بیا، یعنی هی پاپیچم شد گرفتم آوردم بیرون از رحم مادر که کشید به چشم کنم، ای بابا افتادیم تو ایران دایی گرونی ها میگه هشدار دادم پس پرستار منو برعکس گرفت و زدم آخ، از همون موقع شدم طلبکار. بچه که بدون میاد برعکسش میدونه میزنم پشتش، حالا بیاد گریه کنه آره. که صداش باشه ریاش باشه فلان، میگه هشدار دادم، یعنی تو اومدم اصلا هم موقع به دل گرفتم اعتراض کنم، ها میگه اصلا هم موقع به دل گرفتم، هم موقع به دنیا اومدم من زدم. بعد دیگه چی دیگه، تو خونه جنگ و دعوا تل و طلاق، هیچ تل که اون موقع تل و یعنی تل بازی میکرده بابا و آخرم شد ننه رفت و بعد اینجاش بالا میگه هی بهم میگفتن که علی کری میشنوی یا نه، میگم از کمر میشکنی اگه ادامه بری به پیش روی تو گسته، میگه منظورش اینه که تو این راهی که من داشتم میرفتم زیر زمین، فکر کنم منظورش همین رپه که تو این راهی که من داشتم میرفتم سمت رپ، همین گفتن علی بابا مگه دیوونه ای داری این کارو میکنی، مثلا تو این مایا کمرت میشکنه و فلان میشی و کم میاری، ولی گفتم نه
بعد گفتم گوشم درسته، ولی تو هم تهش علی دوستی، ترانه خیلی خوب، مثل ترانه، ترانه علی دوستیه دیگه. تو هم علی دوستی، میتونه خودشو بگه دیگه، علی قاف دیگه. خب تو هم تهش علی دوستی، یعنی میگه من اینم زحمت کشیدم، آره مشکلات هی گفتی نره، ولی آخرش هم تو منو دوست داری، ولی چون در ادامهش اومده گفته مثل کف خواب خزانه. من یادمه که حسین یه پست گذاشته و زده بودش من کف خواب خزانه ام. خب آره واسه همین من بعید نمیدونم که این اولش هم تیکه به حسین انداخته باشه. تو هم علی دوستی حتی میتونه تیکه به تتوی علی داشته شروع گردن، یا کلا اون مذهبی بودنشو داره. آره تو هم تهش علی دوستی، مثل درانه، مثل کفخواب خزانه. خیلی خوشگلی گفتین داشته. آره بعد دقیقا انگار فیلم داره تعریف میکنه، سکانس سکانس داره میاد جلو، بعد مهدیار هم قشنگ داره فاز فیلم میده اون زیر. خیلی خوب بود. ارانه مثل کفاب خزانه، مثل تمام ارازل گذشت یه عمری، نه قلم به مزدیم نه اهل دوزدیم، مملکت و خاک و خون کم سال تو مفتی، بخورن روز بیف دولو بی پر کنن گبی که شدن فخی، ولی رو پیشونیشون حک کردن تخمی، همه خیارن کارا صد در صد قزمی، محرزه دیگه ملتفه نماشه کل رب انگل سوتی. خیلی خوبه این کل رب انگل سوتی رو انقدر اومدین زیره ویدیویی که ما ملتفت ساختیم نوشتیم ملتفت نباشه، اینو خیلی بچه‌ها میامنن ملتفت نباشه کل رب انگل صوتی. من اومده فکر میکنم این شعاره مثلا مال ملتفتیاس میام میرسن، نمیدونستم تو این آهنگ گرفته شده. الان دیدم میگه نه قلم به موزیم نه اهل دوزی، یعنی ما نه نون به نرخ روز خوریم، یعنی نه به خاطر کسی و چیزی و فیت پولی و فلان و اینا منظورشه، یعنی چهرامونو سفارشی و به خاطر آره. پولی که کسی سفارش نمیسه، یا حتی متشاید داشته به این فیتای پولی که با هم دیگه میدن بعضی آرتیستامون، نه اهل دوزی. خب مملکت تو خاک و خون که امثال تو مفتی بخورن رسپی. من فکر میکنم که مثلا تیکه داره میندازه دوزی، میتونه تیکه بندازه با توجه به اینکه جک پادم گذاشته روی کاورش، تیکه بندازه به این سایتای شرط بندی مثلا. خب که آره دیگه، نه اهل که... تبلیغ سایت آره. چربندی دوزی هستیم ما، نه اهل فیتای پولی. میتونه تیکه به حسین هم باز باشه دیگه، میتونه که فیت پولی داده بود با این یارو ساشیو مونتیگو، بعدش هم سر اون سایت چربندی ها به مشکل خودن و اینا. آره آبه این بقیهش به کیه، همه کاران قزمی سر تاشا قزمی، یعنی فیت هم دی پول میگیری کاره ملتفت نواشه کل رپ انگل صوتی. آره یاران کارو 100 درصد قزمی، محرزه دیگه ملتفت نباشه کل رپ انگل صوتی، مفتر مفگیر چرا چون حق تو خورده نظام، واسه همین شدی چوس خوره آقازاده ها، بکش بالا تو تو صورت بابا بگو الان طول از از حکومت چغال، یه رو شیشه لنگه رو هشت، یه رو دیگه میشه منگ آونگ، یه رو میگه شرطو ببن، یه رو راه زن و ران زن تو شکم گروده راست، پس نه ولی تو هم تهش علی دوستی، مثل ترانه مثل کفاب خزانه، مثل تمام ارازه، تو هم تهش علی دوستی، مثل ترانه مثل کفاب خزانه، مثل تمام ارازه. آقا اینجا من فکر میکنم که یه تیکه ای انداختش به تتلو، به خاطر اینکه میگه مفبر و مفگیر چرا چون حقتو خورده نظام. من یادمه که مفبر. تو خیلی از یه تایمی تو خیلی از وایسایی که میذاشتش تتلو و پستایی که میذاشت میگفتش که آره حق منو نظام خورده، من جامی نیستش و فلان، و یا مثلا بهش میگفتن آقا چرا این کارو میکنی، چرا پول مثلا اینجوری پول میگیری، یا میگفت آقا چرا نکنم همه حق منو خوردن. این میتونه تیکه به تتلو باشه. آره آره. بعد پشبندش داره میگه واسه همین شدی چوس خوره آقازاده ها، یه مدت افتاده بود به این داستان ساشا و اینا دیگه، لایو میذاشتن و آره. این حرفا و... بکش بالا توف کن تو صورت بابا بگو الان طوله دوز ارز حکومت چاقال. خب یه روز بکش بالا توف کن تو صورت بابات. آره چی رو میگه؟ خود مثلا ساشا رو میگه شاید. شاید آره دیگه میگه بابای ساشا بگو الان طولت دوز ارز حکومته مثلا. آره. حتی نمیدونم مثلا میادش قاف به شاخهای مجازی هم، حتی کلیاتش به همه اوناست دیگه، به همه نقطه، ولی فکر نمی کنم مثلا تو فاز باشه ساشا مثلا عددی حساب کنه. نه من هم فکر میکنم یه روز شیشه لنگ روحش، یه روز دیگه میشه منگ آون. خب
اینم باز همون داستانه دیگه، آونگ که فکر کنم کمپانی آونگ، کمپانی آونگ میگه دیگه. اینم باز فکر کنم تتلو رو داره میگه کلا، به خاطر اینکه تتلو خیلی چیز دیگه اومد با آونگ شوکر کار کردن، بعد شوکر گفتش که آی آونگ کارای منو دزدید و پول منو بالا کشید و منو چیز خور کردن. آره اسم پسرن که اینجا بود آرش که با اون درگیر شد، میگه یه روز لنگ یعنی رو مواد و پواد بوده، بعد مثلا چیز البته من اینجا چیز دیگه میتونم بفهمم، یه روز شیشه لنگ رو هش شیش و هشت، یعنی هنوز شیشه لنگ رو هشت، یعنی سبک شیش و هشته، یعنی کارا همون قزمید بالا، یعنی کارا پاپ شیش و هشته لنگه، یعنی هنوز معلومه شیش و هشته چیه سبک کارش، این هم میتونه باشه. الان آقایون تتلیتی اینو علی قاف گفته، ما نگفتیم. خب بعد یه روز میگه شرط رو ببن یه روز راهزن و رانتزن، اینم باز خودم تتلی میتونه باشه دیگه، که یه روز اومدش با اونا، البته سایت بزرگ، و بعد با اونا مشکل خود من گفت نه دو زن و فلان اینا اینا، با پورا مختاری و با دارسه منتجی، البته حسین هم میتونه باشه چون حسینم یه مدت شروع کرد با اونا کار کردن و با ساشا اینا فکر کنم سایت بزرگ، گفتش که اینا خوب نیستن، اینا فیشینگی هم فلان اینا، آره حسین هم میتونه باشه، سایت و پورتال و فلانه. کلا به نظرم به دسته آه. این رپرهایی داره میگه که اینجوری هستن، و خب از نظر من ملموس‌ترینشون تتلو و حسین هم مثلا. ولی یه چیزی بگم، آخه این داستان بت خدا رو شکر که دیگه الان تو رپ نیست، ولی چون خدا رو شکر که یوتیوب همه واقعا یاد گرفتن دیگه. آره دیگه. چون یوتیوب پولش خدایی ردیفتره آه. یعنی خیال آدم راحت‌تره، ولی اون دوره همه تبلیغ بت میکنم، خیلی رپر من هر کی فکر میکنم حالا ملتفت فقط فکر کنم آره. نکرده آره. من حتی پوتک یادمه تو یه دوره تبلیغ داشته، یاسم نکرده وانتونز کرده، یاس نه یاسم یادم نمیاد، اگه هم بوده من یادم نیست نه. بعضی آخه میومدن ویدیو کلیپ میساختن، حق هم داشتم، مثلا میومدن ویدیو میساخت، مثلا پوتک فکر کنم اینجوری بود، مثلا ویدیو میساخت اونو به عنوان اسپانسر، اون هزینه ویدیوش در میآورد، ولی بعضی مستقیم میومدن تبلیغ میکردن تو چی میخوام قضاوت آره. کنم اینا، اول که کلا دارم تیکه های قافو دارم آره میگم دیگه. که بکنه به نظرم کاملا به این آدمای این دسته انداخته، و حالا ملموسش به نظرم حسین با توجه به کورس کار و حالا شاید تو بعضی جهان تتلو من فکر میکنم، ولی نمیگم موافقم نمیگم مخالفم، چون بت یه چیزی دل بخواهیه، ولی دوزی نکنید دیگه، اگه بتم کسی قراره بت کنه واقعا اگه میبره پولشو بریزین به حسابش و اینا مشخص باشه آره دیگه نمشه. مثلا ببین آنا اینجا مثلا کازینو هست، هیچ مشکلی نی هست آره، هم آنلاین هم تو میتونی کازینو بازی کنی، خیلی از دوستای من تو صبح تا شب میرن، خیلی رفتن زندگیشو باختن، خیلی پول خوب دربردن آره. منو تو ولی نمیریم دل بخواهیه به نظر من حال نمیکنم، ولی تو وضعیت بد ایران به نظرم که مردم مستاصلن، اون یه کوچولو سرمایه‌شون هم دلشون میخواد که چند برابر کنن و یه خورده دچار ساده نگری شدن، بده که آدمایی که الگوشون هستن، آدمایی که استارشون هستن، بیان به دروغ سه دروغا بگن و بعد بریزنشون رو سایتایی که دزدین، اینا درست نیست به نظر من، که خدا شکر دیگه الانم نیستش. آقا برو ببین بقیه‌اش، مثل کفاب خزانه، مثل تمام ارازل، دو ماسه ما پول کار برو نده، جاش به پیچ دوره مچه ساعت پدک، پلنگ اینسا کف دامن زنه، یارو برو ننشم دامنه زده، من شاشیدم خاک ریز باور کجه، که کل هنر تو فریب آدم خره، و وامیره پا میده مایه ببینه باورت لاله بچه. آقا یاسو که زد اینجا که تابلو یاسو زد، من شاشیدم خاک ریز باور کجر، که کل هنر تو فریب آدم خره، باز تیکه داره میندازه به این که یاس تمام واقعیت رو نمیگه، یه کوچیکایی واقعیت رو میگه و خیلی داره همه سختی ها رو کوچیک نشون میده، اینو چند بار دیگه هم حتی فکر کنم فدایی و اینا کلن علی قاف و یاس با هم درگیرن دیگه، تیکه بازی باید. خیلی مسکه با هم داره. اینجا داره میگه که حتی میگه وا میره پا میده مایه ببینه باورت لالو، که میتونه اینم حتی تیکه داشته باشه به این که میگن که مثلا یکی دو نفر وارد لیبل فریاس شدن، پس یاس پول گرفته و اوردشون بالا، اینا اینم تیکه هایی که حالا میگن. خب اینش چی این تیکه بازی من اولشو فکر میکنم که به چیز گفت، میگه دو ماه سه ماه پول کاربر رو نده، کاربر باز منظورش همین کاربرای اینستاگرام بشه، همون داستان فیشینگ و اینا، میگه جاش بپیچ دور مچ ساعت پتک پتک رو میگه، فکر کنم که یا ساشا رو داره، نه کی بود ساعت مختاری، پویا مختاری ساعت پتک دست میگه، ولی نرفز. چون بیت بعدیش میاد میگه پلنگ اینستا کف دامن زنه، یارو براش ننش برای ننش هم دامن زنه، میتونه حتی اون یکی یارو هم بگه کی بود گرفتنش، میلاد خاتمی هم حتی بگه، خب به نظرم بی‌ناموسنشون میاد خاتمی.
حالا نظرم دیگه. نه دیگه پوشی آخه ناموس خودشو نمیاره جلوی دوربینی اون کارا رو کنه. یا اصلا به نظر من ناموس ایران ناموس همه مردای ایرانیه. به نظر من، نظر شخصی دیگه. آنایتا میگه منم نظرم باش. فکت دادم، فکت. برو بقیش. زنه یارو برا ننشم دامنه زده، من شاشیدم خاک ریز باور کجه که کل هنره تو فریب آدم خره و وامیره پا میده مایه ببینه باوره لاله و کره. کاراتون پخش از رادیو جوان بقل محوش ساسی و شهران صبح پا منگل کاردی و شبا همه چی برعکس کپی و ادا قلایه هرچه لایق دنبال رد پای زد که خاره چی نداری از خودت احچه زایه فقرای بچه مایه ولی تو هم تشلی دوستی مثل ترانه مثل کفاب خزانه مثل تمام عرازه تو هم تشلی دوستی مثل ترانه مثل کفاب خزانه مثل تمام عرازه. خب خیلی خوب بود. یه دقیقه از آهنگ هنوز مونده، یه تیکش هم بگیم چون دیگه تکس نداریم. یه کاراتون پخش از رادیو جواد که مشخصه همه اینا خیلی اونجوری. خب خیلی هستن از لیبل میرال بیشتر مین استریم ما میگه دیگه. بغل محوش اساسی شهران آخه بعد بعدش میگه صبح با منقل کاردیو شبا همه چی برعکسه کپی ادا میتونه به چیز بگه ببینید چی مت زینا. آره تتلو فیلم میذاره دور استخ شبا میدوه ورزش میکنه. میذاره دیگه. آره میذاره هنوز. میذاره آره دور استخ شبا میدوه ورزش میکنه یوگا. آخه یه زمان بود تتلو میگه آقا مثلا سیگاریو بزن چی یه چیز استر ترکم گفت کافه گوزل یعنی پیس آف مایند باش ولی ورزشت هم بکن. تو شعرش هم یادم نیست تو یکی از آهنگاش هم میگه نمیدونم سیگاری چی میگه دیگه، میگه رولم به موقع است ورزشم هم به موقع است. خب مثلا آدم های ببخشید مثل قدیمیان بچه هاش هم میدونم آره میگو آقا اگه تریاک میکشی بکش بد نیست که خوبش رو بکش تغذیت خوب باشه تکونه دمیدیش نمیفهم آقا چه کاریه. خودش میگه دیگه همه چی برعکس کپی و ادا با حال میگه میگه خلقش لایق. آقا خیلی بول بزن تشنگ بشه ببینه فکر میکنم که با تاجیم که دیگه تکسی نمونده فقرای بچه مایه ببین چه قشنگ گفته چقدر ایهام باحالی داره فقرای بچه مایه یعنی از نظر شعور فقیر فرهنگی دیگه فرهنگ فقر رو داره یعنی حالا پول تو جیبته. آقا من فکر من با تاجیم که تکس تموم شد دیگه الانم یه ورسم بعد از مهدیار میاد مهدیار گوش کن بگندت نمکش میزنن وای به هرچه بگندت نمکش میزنن وای به وقتی که بگندت دوستاشم خیلی خوبه تواله بکنه بای خیلی باحاله. آقا دیدی کلی گفت تماما آخر به... گفت نمک های اینستا به همین شاخهای مجازی گفت که از یه جورایی از جایگاهشون متاسفانه نمیم چرا مقام معروف شدن از جایگاهشون و سادگی برخی مردم استفاده حالا من یه سوالی دارم این نمک های اینستا که الان هم کمرنگ شد خیلی هاشن در میزن تو یوتیوب یه سوالی دارم همشن مثلا ادو فلان و اینا میکنه چه جواب این دیسپک رو ایش بگونتون ندید ولی من میگم کلی گفته شد یکی دو جا فکر کنم که مثلا به مختاری زد شاید به ساشا زد حتی به خود مونتیگو میتونه زده باشه به میلاد حاتمی تتلو خیلی برای من ملموس بودش توی یه جاهایش ولی بیشتر از همه فکر کنم تیکه به حسین داشتون حسین بعد یه مدت درگیر این داستانا بود و حسین آخه یه مدت درازی نمیدونم دل درازی یه درگیری با این ساشا صبحانیه داشت که حتی کار به این رسید که مثلا آهنگم داد دیگه آره دیگه دیسم دادش دیگه رفتیم فکر کنم دیسم داد که چه آخی شرفه آره.
و من نمیدونم چرا اصلا باید دیس بدی به اونا، نمیدونم. ولی یادمه که هی لایو هم میذاشتن و خوشگوهی داشتن. آخه ساشا هم خواننده است میشه که نه؟ اسپانیا یه کارهایی تو اتاقش میکنه میده بیرون دیگه. به خدا محفظ. به جان خدا محفظ. نمیدونم چرا هر کی مثلا یه پولی دستش میاد، من تازه فهمیدم، نوشتم که متوجه شدم که همه یه پولی که دستشون میاد سریع میخوان یه آهنگ بدن، سعی میکنن رپ بدن، نمیدونم چون بازارش داغتره چیجوریه. تنها من کسی امیدوارم که قبل میدونم که کار میکرده پویا مختاری بوده که اون مثل که لوری کار میکرده، حالا تو رپ هم سر کرده. من امیدوارم بره. که البته این داستان همه جای دنیا هستش، فقط ایران نیستش. من میدونم که خیلی جاهای دنیا باز خیلی ها اینجوری الکی من تو اینستاگرام و این برنامه شاخ شدن و سر هیچ و پوچ معروف شدن و پول دارن در میان، کاری ندارم. ولی متاسفانه تو ایران خیلی بیشتره، خیلی بیشتره. آدمایی دارن الان معروف هستن و به اسم سلبریتی شناخته میشن اینا که هیچ هنری ندارن، هیچ هنری واقعا ندارن. به اسم سلبریتی که نیستن، خب تیک آبی گرفتن و فلان و شخصیت دیگه... شدن، اینا واقعا هیچ هنری ندارن و این آدما نه تنها مخاطب دارن همچنان و همچنان دارن از این مخاطب و پول در میارن، تبلیغای بت و فلان اینا که حالا الان کم رنگ تر شده. ولی منظورم که ای کاش که ما کم کم بریم به این سمت که واقعا برای یک چی بهش میگن، برای هنر، برای علم، برای فرهنگ، برای شخصیت ارزش قائل باشیم. یکی که مثلا تو ورزشمون مثلا آدم خوبیه، خفنیه، کار درسته رو ببریم بالا، اونی که توی سینمامون، توی موسیقیمون کار درسته رو ببریم بالا، نمیدونم یکی طراح لباسه، یکی طراح دکوراسیونه ولی کارش خوب بلد، اینا رو ببریم بالا. چرا آدمایی رو ببریم بالا که اصلا یه چیزی بهت خودشون تو دلشون میخندن و این سالگی اصلا آنایتا یه چیز جالب بگم، اصلا تو همین آهنگ علی قاف اومد تتلو رو هم دیس کرد تو یه جای دیگه. امیر تتلو حالا اصلا خوبی و بدیش الان کاری ندارم، چرا باید فضا جوری باشه که یکی مثل تتلو به هر حال تو سر خوش استعداد داره دیگه، چرا باید مجبور بشه داره مثلا با ساشو حالا مثلا با بتو این داستانه اصلا بتونه پول در بیاره که مثلا کارشو برجه. خدا رو شکر ولی باز خیلی هاشون اومدن تو یوتیوب. من یه نمونهش مثال بزنم، من حتی تو بین دوستای خودم هم بود کسایی میشناسم که مثلا میگن آی اگه فلانی رو تو فالو داشته باشی فلان، اگه فلان مثلا امثال همین ساشا و میلاد آتمی و اینا رو، و خودشون واقعا جز فالوورای اول اینا بودن. لایف که میشد اولین نفر میمدن بابا تو... خب بابا ماشینا اینا رو من میگم که آقا چرا مارسن. اگه ماها پیگیر نباشیم اونا رو، این آدما هم یا میرن دنبال یه هنری توش خوب بشن یا میکشن کنار. خب به جای این بیایم آرتیستامون رو حمایت کنیم، کارشون رو اورجینال ببینیم یا ویو بدیم بهشون یا یوتیوبشون رو دنبال کنیم، دمشون گرم همشون بیان تو یوتیوب، چرا نه، اینجوری ساپورتشون کنیم که این آرتیسته که با وجود این همه هنری که داره مجبور نشه بره بچسبه به آدمای دوزاری. اصلا ببین این خیلی بده که مثلا خود ما الان تو یوتیوب داریم ویدیو میسازیم دیگه، ما اگه بیم یه ما آلبوم جوزن سورنا رو می‌ریم یه اثر به این خوبی هنری عالی ولی مخاطبش محدودن، البته ما مخاطب همون محدودن باش کلی حال میکنیم چون خودمون اینجور طرز فکر اون اینجوریه، یعنی تو اون تیف حال میکنیم، ولی اگر که مثلا ما بخوایم بهتره کنیم ویو رو کافیه بریم مثلا یه ویدیوی یه مصاحبهی با یه دن از این درب داغونه بکنیم ولی میترکه. این چرا این اتفاقی میفته من اینو بحث اون نمیفهمم. نمیدونم، امیدوارم که اینا ادامه پیدا نکنه. آره چقدر هم حرف میزنیم. یکی اومده و گفته بود آقا من خسته میشم که مثلا شما ملتفت میرین 20 دقیقه میرین. خب به نظر من همون 2 دقیقه اول خب ویدیو رو پاس کنه بره آخه نه اون من همیشه لینکای بچه‌ای که ازشون ریاکت میریم و میذارم تو دیسکریپشن. خب اون اگه میخوای آهنگ گوش کنی راحت اونجا باید گوش آره. کنی دیگه آره ما میایم نظر میدیم دیگه. آقا دمتون گرم که تا آخر ویدیو با ما بودی، شما هم نظراتونو برای ما کامنت کنید، چه در مورد کار فوق‌العاده‌ای که از قاف گوش کردیم و چه در مورد این بحثی که ما در موردش صحبت کردیم و نظرمون رو گفتیم. دوست داریم نظر شما هم بدونیم. حتما کانال ما رو سابسکرایب کن، یادتون نره زنگوله هم بزنین که ویدیوهای جدیدمون رو از دست ندین. هشتگ مجلس رو در کلیه فضای مجازی فراموش نکنین و عادت سوشیال مدیامون هم اینجاست، ما رو اونجا دنبال کنین، مخصوصا اینستاگرام رو بتر کنین که اونجا میخوایم کارای کپی رایت شده یا کپی رایت دار رو که نمیتونیم یوتیوب بذاریم اونجا آپلود کنیم. همچنان یه سری از دوستان میگن آلبوم مجاز رو چرا نمیریم دیگه، این بار نمیدونم 20 خورده بار اونجا میذاریم بچا آلبوم مجاز چون کپی رایت داره اگر قرار بشه بریمش
تو اینستاگرام باشه. دمتون گرم، امیدوارم هر جای دنیا که این ویدیو میبینید پر از انرژی باشه، براتون شاداب باشین و کل آدم معیشت دورتون رو پر کرده باشه. شب و روز لاکچری داشته باشین. خدافظ.